میخوای اسباب بازیاتو به من نشون بدی؟ اسمت چی بود گفتی؟ میلاد. میلاد اسباب بازیاتو به من نشون میدی؟ من اسباب بازی ندارم. اسباب بازی نداری؟ نه. هیچی نداری؟ ماشین چی؟ یه ماشین هم نداری؟ دوست داری اسباب بازی داشته باشی؟ چه اسباب بازی؟ سر تفنگ. خب. ماشین، کیف. تفنگ برای چی میخوای؟ مثلا باهاشون پلیس بازی کنم. کار پلیس بشی؟ آره. بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ پلیس. پلیس بشی؟ پلیس بشی که چیکار کنی؟ اونایی که معتادن زنده رو کنن. اونایی که چیکار کنن عزیزم؟ معتادن. اونایی که معتادن رو زندانی کنی؟ آره. از آدم های معتاد خوشت نمیاد؟ نه. چرا؟ خب اونا اگه شیره بکشن با تجارت بکشن باید زندگی کنی دیگه. خب یه آب جوش و یه چای داغ و خانم اسم شما چی خان؟ لیلا بگم قاسمی. لیلا بگم شما چند سالتونه؟ من 30. 30 سالتونه. باش. تو کدوم محله زن شما زندگی میکنید؟ ما خاکسفیدیم دیگه. محله خاکسفید هستی. چند سال اینجا زندگی میکنی؟ نزدیک 15 سال اینجا. نزدیک 15 سال اینجا زندگی میکنی؟ 15 سال تو تهرانیم. بله. 15 سال تو تهرانی؟ بله. چند وقت ازدواج کردی؟ 11 سالم بود. 11 سالتون بچه کجا هستی کلا؟ بچه قوچان. بچه قوچان هستی. بله. خب از ازدواج چند تا فرزند داری؟ سه تا فرزند داری؟ بله. فرزندان چند سالشن؟ 38 سالشن. فرزندان ما؟ فرزندان شما یکی 14 سالشه، یکی 13. یکی 14، یکی 13 سالشه. یکی 6 سالشه. اینم امسال مفاطره مدرسه، شناسنامش تو بیمارستان مونده. آها. چرا تو بیمارستان مونده؟ چون آقامون عمل کردن. آقاتون چه عملی داشت؟ دندوناش عفونت کرده و زده بود جلوی ماشینا تو بیمارستان. آقاتون شغلش چیه؟ بناست، ولی خب همیشه بیکاره دیگه، کار نیست که به سر کار نداره؟ بعد بیکاره. من خودم میرم خونه مثلا پله تمیز میکنم و خونه تمیز میکنم اینا. البته اگه منم بخوام با ماشین شخصی بیام برم اونم همین کرایه ماشین من در نمیاد. شما نظافت میکنی منزلو؟ چقدر میگیری در روز که نظافت میکنی؟ من نگاه میکنم به اون طرف دیگه، همیشه پیش کسی یه نفر نیستم که مثلا این معرفه میکنه، پیش اون معرفه میکنه. یکی از مثلا از صبح تا شب کار میکنم 5 تومن میده، یکی از مثلا 3 کیلو برنج میده، یکی از 5 کیلو روغن میده. یعنی منظورتون اینه که شما هستی که اداره میکنی زندگی رو؟ بله، نه شوهر. زندگیم من میچرخونم. بله. شوهرم فعلا که نه. شما زندگی شوهرتون و خودتون و 3 تا فرزندتون رو؟ بله، 3 تا فرزند و اینا خودم میچرخونم. کی براتون این کارو جور میکنه که شما منزل مختلفی بری برای کار کردن؟ اینم دیگه مثل شما این نفر مثلا میشه که میبینه زندگیم چطوریه. دیگه معرفی میکنم یه جور کار است و فلان. منم که مثلا میبینی زن جوون رو نمیتونم جایی برم، نمیتونم مثلا با کس، مجبورم دیگه. لیلا خانم زندگی جا. چطور میگذره؟ خوب میگذره؟ زندگی والا دیگه کار زن که زندگی خوب نمیذاره. خب هر زن به حضور شما که با بچه ها چی؟ بچه ها مدرسه میرن همین؟ بچه هم بله، خب میرم مدرسه. یکی هم امسال میخواست بره که شناسنامش مونده تو بیمارستان، نمیتونم برم. 200 خورده باید بری بیمارستان بوعلی. اینجا خونه یه که شما اجارهش رو میدی؟ بله. چرا اجاره میدی؟ اینجا 2300 قرار بود بدیم، 35 تومن کرایه میدیم. 2300 یعنی چی؟ یعنی 2,300,000 تومن؟ بله. 300 تومنش رو نتونستیم بدیم و فعلاً با صابون خیلی مشکل دارم. هر روز میاد مثلا میگه چرا 300 تومن اینا؟ من نمیتونم جور کنیم. اون وقت اجاره ماهیانه هم میدی؟ بله. چقدر میدی؟ 35 تومن میدیم، ولی خب دو بار جوان کرایه اونم مونده 60 تومن. یعنی دو بارش کرایه نداشتی بدی؟ جام ندیگه. این خونه ای که شما اجاره میکنید چند خوابه است؟ این خواب نداره که میبینید یه اتاق آشپزخونه است دیگه. خواب نداره؟ نداره. یه اتاق همینجوری هست؟ بله. اینا که میبینی همینه دیگه. درسته. بعد اون وقت همه با هم دیگه توی آره یه اتاق هست؟ بچه همون بزرگم پسرم اصلا خیلی برام سخته، ولی خواب نمیتونم دیگه. از این بیشتر هرچی تلاش بکنه نمیتونم. مشکلت الان فقط همین خونه است و خرجی و خونه و خرجی و نه بیمه داریم. الان من خودم یه سال مریضم، میخوام عمل دارم نمیتونم. رفتم گفت 300 مریضیت عمل چی داری؟ مشکل چیه؟ عمل زنان. بله.
مشکل داری ولی نمیتونی بری. آره چون پول خیلی هم عملم چیزه، ولی خب با دارو فیلان چیز خودم نگیده. دارو هم که میگفتم مثلا میگه 8 آقا سن روز دفعه گفت 6 تا ببخشم، گفت 8000 دارم. من کلا در ماه 8 من پول نمیتونم در بیارم. که پول دارو تو بله. و بیمه نیستی چی دیگه؟ بیمه نیستی. بیمه نیستی. فقط باعث میشه آدم دست به همه کار بزنه. اینجوری بهتون میگم، شاید به خودفروشی هم بشه. اینجوری بهتون میگم تو حقوق هم قضای عیونا داره میشه. خب حالا من روزی 65 تا دو تا تخم مرغ هم به این بچه‌م بدم از کجا بیارم؟ این هر روزم که باز نمیشه تخم مرغ داد که. مجبورم وقتی میبینم که همه چی تمامه، مسئولیت زندگی رو دوشمه و ندارم الان باید اجاره خونه بدم، آب و برق بدم، هزینه مدرسه بچه‌مو بدم، رخت و لباسشو بدم، حالا بالاخره اون بچه نیاز به تفریح هم داره. وقتی همینو به هم فشار بیاره، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، یک سال تحمل کنم، بعد از یک سال با اولین کسی که اجاره پام بوق بزنه یه پیشنهاد خوب بده بسازش. یه زمانی مد شده بودش طرف میره کلیه میفروختش، از بدنش رو میفروختش، اما دیگه اونی هم قیمتی نداره. قیمت این یک کلیه رو چند میخواد بفروشه؟ حالا دو تومن سه تومن بیشتر از اون که ازش نمیخواد، یه عمرم ناقصه، یه کلیه بیشتر نمیتونه بفروشه. تم میاره بذار بیاره. الان شما برو تو صفر نمیدونم مانتو فروش، کلا لباس زنونه، پوشاک زنونه، کفش زنونه، برو این به خاطر یه جفت کفش، نمیگم روسپی های رسمی، برو این دختری چند ساله میادش به خاطر یه جفت کفش، یا میره تو زیر زمین مغازه یا میره تو پستو مغازه. به خاطر من رفتم مانتو فروشه، دختر دانشجو اومده اونجا به خاطر یه دونه مانتو تمر خود فروشه.